با سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین گرامی آراز نیوز، من النا زنجانی امروز پنجشنبه ششم خرداد ماه 1395 با بخش دیگری از اخبار هفتگی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سرخط خبرها: آزادی آقای عباس ثانی از زندان یزد، وداع سرافرازانه تیم تراکتور آذربایجان از لیگ قهرمانان آسیا، احضار و بازجویی از آقای حسن دمیرچی، ادامه بیخبری از وضعیت خانم سهیلا کارگر، اثرات سنگین بیماری تب برفکی در آذربایجان جنوبی، احتمال برقراری مجدد پرواز مستقیم تبریز باکو، برگزاری تجمع مقابل کاخ سفید در سالروز قیام 1 خرداد، ابراز علاقه کیروش به موسیقی آذربایجانی، الهام علیف: ارمنستان علیه مردم آذربایجان از سلاح شیمیایی استفاده کرده است، برگزاری میزگرد تخصصی با موضوع تحقیر ترکان در رسانه‌های جمعی ایران در انستیتوی مطالعه تبریز در شهر آنکارا. مشروع خبرها: عصر دیروز چهارشنبه 5 خرداد 1395 آقای عباس ثانی، فعال سرشناس حرکت ملی آذربایجان، بعد از حدود نزدیک به 1 هفته اعتصاب قضا از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد گردید. روز چهارشنبه 95/2/29 دوره محکومیت ناعادلانه آقای عباس ثانی به اتمام رسیده بود و میبایست آزاد میگردید، اما به دلیل پرونده سازی جدید دستگاه قضایی و امنیتی ایران که با رویه غیرقانونی برای ممانعت از حضور وی در فضای خارج از زندان شکل گرفته بود، از روز 30 اردیبهشت 95 دست به اعتصاب قضا زده بود. همزمان با وی دیگر فعالین زندانی در زندانهای ایران از جمله آیت مهرعلی بیگلو، حسین علی محمدی، رسول رضوی و مرتضی مرادپور در زندان تبریز و دکتر لطیف حسنی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به ممانعت از آزادی آقای عباس ثانی دست به اعتصاب قضا زدند. گفتنیست همزمان با آغاز اعتصاب قضای عباس ثانی و سایر زندانیان سیاسی، حرکت ملی آذربایجان یک کمپین برای جمع‌آوری امضا در فضای مجازی برای آزادی این فعال سیاسی حرکت ملی آذربایجان آغاز شد و توانست در مدت کوتاهی بیش از 7000 امضا جمع‌آوری کند. تیم تراکتور آذربایجان در بازی برگشت با تیم النصر امارات توانست این تیم را با نتیجه 3-1 مغلوب کند. اما تیم تراکتور با وجود نمایش برتر نسبت به النصر و زدن 3 گل به این تیم، در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 5-4 بازنده شد و تفاضل گل از لیگ قهرمانان آسیا حذف گردید. آقای حسن دمیرچی، استاد موسیقی آذربایجانی، روز دوشنبه گذشته توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز احضار و پس از بازجویی طولانی مدت به طور موقت آزاد گردید. یادآوری می شود آقای حسن دمیرچی، استاد موسیقی آذربایجانی، به خاطر برگزاری و شرکت در مراسم بزرگداشت شاعر متوفی آذربایجان مرحوم سهراب طاهر، صبح روز دوشنبه 3 خرداد ماه سال 95 به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز احضار و تا پایان وقت اداری بازجویی شده و پرونده جدیدی با اتهامات ساختگی برای ایشان تشکیل شده است. با گذشت بیش از 10 روز از دستگیری خانم سهیلا کارگر در شهر قزوین و انتقال ایشان به زندان اوین، تا کنون هیچ دلیلی جهت دستگیری ایشان اعلام نشده است. خانم کارگر که از تاریخ 26 اردیبهشت ماه در منزل مسکونیش توسط ماموران امنیتی به صورت خشونت آمیزی بازداشت شدند، از آن زمان تا کنون تنها 1 بار توانسته است از زندان اوین با خانواده اش تماس بگیرد. فعالین ملی مدنی و اجتماعی آذربایجان ضمن حمایت از خانم کارگر با تشکیل کمپینی در شبکه‌های اجتماعی خواهان آزادی ایشان شدند. لازم به ذکر است که خانم سهیلا کارگر کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر می باشد و در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه قزوین برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کرده بود که کاندیداتوری وی مورد صلاحیت قرار نگرفت. با گذشت نزدیک به 1 ماه از شیوع گسترده بیماری کشنده تب برفکی در میان تیور و دامات آذربایجان جنوبی، متاسفانه مسئولین بهداشتی و دامپزشکی تا به حال نتوانستند این امر را کنترل کنند که در نتیجه آن خسارات زیادی به بخش دام و تیور مردم وارد شده است. به گفته برخی ساکنان، واکسن‌های این بیماری به قیمت گزافی به صاحبان دام و تیور فروخته می‌شود.
در دیدار استانداری آذربایجان شرقی با رئیس هیئت اقتصادی و مدیر کل صنایع سنگین وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان شمالی، دو طرف با اشاره به اشتراکات موجود بین تبریز و باکو اصرار داشتند امیدواریم این تعاملات دوام داشته باشد و تلاش کنیم روابطمان را توسعه دهیم. طرفین در ادامه با تاکید بر تداوم روابط و رفت آمد هیئت‌های تجاری بین دو طرف گفت امیدواریم هیئت‌های تجاری بین دو طرف آن رفت آمد کنند و بتوانیم اشتراکات را نیز توسعه با تداوم بخشیم. همچنین طرفین تاکید کردند وجود تردد هوایی اتباع ایرانی و جمهوری آذربایجان از طریق برقراری خط هوایی بسیار مؤثر خواهد بود. همزمان با 22 می سال روز قیام ملت آذربایجان علیه نجات پرستی فارس، فعالین ملی در خارج تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان کاخ سفید در واشنگتن برگزار کردند. این تجمع اعتراضی در مقابل کاخ سفید از ساعت 12 الی 13 به وقت محلی برگزار شد که با استقبال و توجه مردم مواجه گشت. شرکت کنندگان در این تجمع با شعارهای علیه نجات پرستی در ایران و شوونیسم فارس، خواستار توقف تضییق‌ها بر ملت ترک آذربایجان جنوبی و آموزش به زبان مادری شدند. تجمع کنندگان در مقابل کاخ سفید با وجود بارش باران شدید مراسم را با یاد و خاطره شهیدان قیام خرداد 85 برگزار کردند. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، بعد از حضور در کنسرت موسیقی آذربایجانی گفت عاشق موسیقی آذربایجانی هستم. آقای کیروش علی‌رغم حضور تیم ملی ایران در اردوی آماده سازی به تالار وحدت تهران رفته و در کنسرت موسیقی آذربایجانی شرکت نموده‌اند. بعد از حضور کیروش در کنسرت موسیقی آذربایجانی، ایشان به شدت از سوی ترکان ساکن در تالار وحدت مورد تشویق واقع شدند. در پایان مراسم آذربایجانی‌های حاضر در سالن در اطراف کیروش حاضر شدند و ضمن گرفتن عکس سلفی بابت حضور ایشان به وی خوشامد می‌گفتند. کیروش هم در پاسخ به ابراز علاقه حاضران در کنسرت آذربایجانی گفت عاشق موسیقی شما هستم. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان شمالی، طی سخنرانی خود در نخستین اجلاس جهانی بشر دوستانه در استانبول اعلام کرد ارمنستان اشغالگر علیه مردم آذربایجان از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. رئیس جمهور آذربایجان شمالی با بیان اینکه بیش از 20 سال است که 20% از اراضی آذربایجان شمالی در نتیجه تجاوز و اقدام نظامی ارمنستان اشغال شده است و تصریح کرد بیش از 1 میلیون شهروند آذربایجان با کوچ مجبوری و آوارگی روبرو شده است. به گفته ایشان ارمنستان علیه مردم آذربایجان پاکسازی قومی و نسل‌کشی ترتیب داده است. نسل‌کشی 26 فوریه 1992 در خجالی توسط نظامیان ارمنستان از سوی بیش از 10 کشور جهان به رسمیت شناخته شده است. الهام علیف تأکید کرد ارمنستان قاره‌باغ کوهستانی آذربایجان و 7 شهر اطراف آن را اشغال کرده است. این کشور باید قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورد. لازم به یادآوری است در سال 1993 شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌های 822، 853، 874 و 884 ارمنستان را کشور اشغالگر معرفی کرده و خواستار خروج بی قید و شرط و فوری از اراضی آذربایجان را شده است. در سالگرد قیام مردم آذربایجان در 1 خرداد 1385 میزگردی تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان مختلف در خصوص تحقیقهای صورت گرفته بر علیه ترکان ایران در رسانه‌های جمعی ایران در شهر آنکارا و در انستیتوی مطالعاتی تبریز برگزار شد. در این میزگرد تخصصی که در تاریخ 1 خرداد برگزار شد، پروفسور عبدالله گوندوغو، عضو هیئت علمی دانشگاه آنکارا، پروفسور نصیب نصیبلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آوراسیای ترکیه و مدیر گروه رشته علوم سیاسی این دانشگاه و آقای سهند آذرترک، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر به بررسی این موضوع از جهات گوناگون پرداختند. در این میزگرد اعتراض ترک‌های ایران به تحقیرهای صورت گرفته، هدف از تحقیرهای موجود و آینده احتمالی ایران از منظرهای حقوقی، سیاسی و تاریخی مورد واکاوی قرار گرفت. مخاطبین گرامی آرز نیوز، این بخش خبری ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر در خدمتتان خواهیم بود. برای شما آرزوی روزهای خوب و تندرستی دارم.